در ادامه جلسه موضوعهای مختلفی مطرح و مورد سوال قرار گرفت مانند تعلق خمس به حدیهی که خریداری شده ولی دیر به صاحبش تحویل داده شده قاعده تسامح در ادله سنن بدع در آنچه در شب قدر قضای الهی است و آخرین سوال درباره قضای مستحبات دارای وقت خاص بود که بزرگ مرجع جهان تشیع و حضرت آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در پخش زنده یکایک یک سوالهای مطرح شده را پاسخ فرمودند و ما خبر بعدی وهابیت در عربستان همچنان به تخریب هزاران اثر اسلامی و تاریخی در مکه مکرمه و مدینه منوره به بهانه توسعه ادامه می دهد. گزارش همکارم علی اکبری رو با هم می بینیم. شبکه نبع عراق گزارش داد که حکومت وحابی آل سعود قصد دارد هزاران اثر اسلامی را به بهانه طرح توسعه در مکه مکرمه و مدینه منوره تخریب کند. سه هزار اثر باستانی اسلامی در مکه و مدینه به سبب تصمیم مقام های سعودی برای توسعه این مناطق با خطر روبرو هستند. معمولا مقام های آل سعود از موضوع توسعه به عنوان تبلیغات رسانه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر تخریب محله ها و اماکن و از بین بردن آثار آنها استفاده می کنن. سرنوشت این اماکن و آثار هنوز در حاله ای از ابهام است اما اعلام تصمیم سازمان کل گردشگری و میراث فرهنگی و تعیین این حجم انبوه از آثار اسلامی در مکه و مدینه بیانگر تصمیم به تخریب آنها یا از بین بردن ارزش واقعی آنهاست به خصوص که این سازمان اعلام کرده یکی از اهداف این طرح توسعه ادعایی درآمدزایی و رونق گردشگری است و همین امر سوالاتی درباره شکل توسعه یا تغییر این اماکن و آنچه جایگزین آنها می شود ایجاد می کند. در ادامه گزارش آمده هنوز اسامی اماکن مشمول این طرح اعلام نشده و سازمان گردشگری و میراث فرهنگی به اعلام ارتباط این اماکن با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم و تاریخ عربستان و غیره بسنده کرده است شبکه نبا اعلام کرد که عربستان از سالها پیش اقداماتی را برای از بین بردن میراس اسلامی آغاز کرده است و میکوشد گذشته و آثار اسلامی باقی مانده از مسلمانان را از بین ببرد و جوانان را با تاریخی جدید و متعلق به آل سعود تربیت کند که عمر آن هنوز به 300 سال هم نمیرسد